فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. ز دستت بر نمیخیزم که یک دم بی تو بنشینم، به جز رویت نمیخواهم که روی هیچ کس بینم. خداوندم عیسی مسیح و همچنین هموطنان عزیز ما هر کجا که هستید، این شعر برای همه شما و ایران عزیز و ایران دوستان عزیز هست. درود میفرستم خدمت هموطنان عزیزمون، هر عزیزانی که در هر کجای جهان هستن، به طور خاص عزیزان ما که در ایران هستن. از خداوند میخوام که خداوند تک تک شما عزیزان رو برکت بده. برنامه امید جاودان در این وقت برنامه مستقیم و برنامه زنده هست، مشروطه برای اینکه مایل هستید میتوانید با شماره تلفنی که پایین صفحه مشاهده میفرمایید با ما تماس بگیرید برای موضوع دعا، برای اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم، و اگر میبینید تلفن ها اشغال هستش میتوانید مسیج بذارید و در یک وقت مناسب با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. تلفن های بسیاری هست، پیام های بسیاری هست، اما وقت ما متاسفانه محدود از این رو هستش که شاید نتوانیم به همه تلفن‌ها و پیام‌ها به موقع جواب بدیم. حتما جواب خواهیم داد. موضوعات دعاتون هم میتوانید توی فیسبوک که الان برنامه ما زنده داره پخش میشه بنویسید، و یا اگر سوالی هست و اگر مطلبی هست خوشحال میشیم که بتونیم مشروط برای که اینجا ببینیم در حال حاضر که این برنامه زنده هست جوابگوی سوالات شما و موضوعاتی که می‌نویسید خواهیم بودش. جا داره درود بفرستم خدمت برادر عزیزم بهروز جان که بعد از مدت‌های طولانی ما ایشون رو بالاخره آوردیم استودیو. عزیز منم درود میگم به همه عزیزان از هر جایی که دارین این برنامه رو نگاه می‌کنین. دوست دارم که در ابتدا بهتون بگم که 40 سال تموم شد و روزهای خوبی در آینده خواهیم داشت و دیگه ما از بدیای اسلام نخواهیم گفت، به خاطر اینکه اسلام در ایران دیگه نخواهد موند. آمین. جمهوری اسلامی کارنامه 40 سالش نشون داد کشیش رسول که اینها توی هیچ زمینه‌ای موفق نبودن. درست. نه در کشاورزی، نه در صنعت، در هیچ موفق نبودن. حتی اینها در توسعه اسلام هم موفق نبودن و اسلام حقیقتاً در ایران خود اینا دارن ریشه‌کن میکنن. بله. چون واقعیتش رو نشون دادن و خوشحالیم که مردم دیگه به اون صورت از اینا پیروی نمیکنن، مخصوصاً جوانان که دارن از این گرایش بد میان بیرون. بله. خب خیلی از کشورها هستن اسلامی هستن اما اسلام باورشون رو سپر نکردن. ما اتفاقاً یه برنامه داشتیم دیروز در شبکه یک، یه قسمتی از اون باورهای هندی ها رو نشون دادیم که میمون میپرستیدن. اما پرستش میمون برای خود شخص مسلماً برکت نخواهد بود و هلاکت خواهد بود، چرا که حقیقت رو نمیشناسه. اما دلیلی نشده به دیگران آسیب بزنه. چه بسا که خیلی از کشورها هستن با باورهای اسلامی و خیلی از مسلمانان هستن که حقیقتا انسانهای خوب هستن، انسانهای هستن که سعی میکنن که توی مسیر درست قدم بردارن و هیچ نوع مبارزه با دیگر باورمندان ندارن، مثل زمان شاه. خب ما زمان محمد رضا شاه و
به طور خاص زمان محمد رضا شاه که من شاهد بودم، خود شما همچنین بودید، خب هیچ موقع کسی رو به خاطر باورش آزار نمیدادن و اون دموکراسی نسبی رو ما حداقل باید بگیم در اون زمان داشتیم. ولی نظام اسلامی چون با اسلحه خود اسلام آمد و حقیقتا هم اسلامه، یعنی حقیقتا درسته که تا داعش به نوع دیگه اینا دارن از روی سیاست دارن عمل میکنن، اما حقیقتا خود اسلام همینه دیگه، یعنی این تازه اسلام نرمه که انجام شده. من فکر میکنم که یه تفاوت خیلی بزرگی رو ما باید بهش توجه بکنیم نسبت به اون گروهی که میمون پرست هستن در هندوستان و خود اسلام و فلسفه اسلام، که اون میمون پرست من مطمئنم که منو نه کافر میدونه، نه نجس میدونه، نه مرتد میدونه، نه حکم قتل منو داده. دقیقا. اون در میمون پرستی خودش، خودش هست و خودش بدون اینکه هیچ آزاری به کسی دیگه باشه. ولی اسلام میتونم بگم که شاید 90% جمعیت روی کره زمین رو مرتد میدونه، نجس میدونه، کافر میدونه. یه چیز جالب براتون بگم. خواهش. مشکل از خودمونه. درست. من 3 روز پیش رفتم یکی از فروشگاه‌های ایرانی که من بود غذایی بخرم. یکی از اون اقلامی که من میخواستم بخرم گوشت مرغ. در لس آنجلس. در همین لس آنجلس، همین شهر خودمون. درست. ما بعد از یه مراحلی واقعا بگذریم. برابو. بعد نگاه کردم به آقا، گفتم که لطف کن از این گوشت مرغ به من بده. گفت کدومشو؟ نگاه کردم دیدم دو تا چیز به اصطلاح ظرف مختلف بغل همه، ولی من هیچ فرقی توش نمیدیدم. گفتم چه تفاوتی داره؟ گفت این حلاله. عجب. گفتم خب اگه این حلاله اون چیه؟ اون یکی حرومه. گفت نه، این منظورم اینه که این ذبح اسلامیه. گفتم آه خوب شد گفتی، چون تجربه 40 ساله به من روشن کرده که من از هر چیز اسلامی فرار کنم. براه. پس از اون که به نظر تو حرومه، از اون حرومه به من بده. ما باید بگذاریم از اینا. من مطمئنم نه صاحب اون مغازه، نه اون فروشنده، نه اون شخص که اونجا کار میکنه خودش دیگه اعتقادی به اسلام نداره. ولی هنوز یه تفکر غلطی پشت ذهنشه، این حروم اون حلاله. یعنی چی؟ اصلا خودش یه توهینه به نظر من. واقعا توهینه. چرا که نشون میده ما میگیم مخالف تبعیض نژاد هستیم، اما همین تبعیض نژادیه. چرا که نشون میده که عده‌ای از قشر انسان‌ها روی زمین هستن که خوراک اونها به خاطر نوع کشتن اون حیوان، چون از کلمه حلال استفاده میکنن. اگر یهودیام هستن خوراک کشر دارن، ولی هیچ موقع نمیان بگن حروم و نجس رو استفاده بکنن، حلال و حروم رو استفاده کنن. پس زمانی که این گونه میشه، یعنی ما انسانهایی رو داریم که حرام خورن و انسانهایی رو داریم حلال خورن. بله. یعنی انسانهایی داریم چیزهای نجس و بد میخورن و انسانهایی داریم چیزهای خوب میخورن، و نه به دانششون مربوط میشه، نه به ثروتشون مربوط میشه، نه به پوستشون مربوط میشه، نه به سنشون مربوط میشه. پس این تبعیضی که داره ایجاد میکنه اسلام و چقدر خطرناک است. نمیدونم چرا دولت‌ها نسبت به این مسائل اهمیت ندادن. امیدوارم که یه روزی کشورهای دموکراسی این رو واقعا به یک جایگاه درست بزنن. مثل آمریکا اصلا اجازه ندن گوشت گوشته. آقا نمیخواد، خب برگرد کشورهای اسلامیتون، برید اونجا زندگی بکنید. من بکنی. یادم اومد که حدود 2 سال پیش بود، باز یکی از همین فروشگاه‌های ایرانی داخل لس آنجلس. حالا خب گوشت یکیش کشتار اسلامی، یکیش غیر اسلامی. درست. به من گفته بود خانومم که شیرینی بخره. بله. من رفتم توی این بسته‌بندی های شیرینی داشتم انتخاب میکردم، بعد یه دونش که نظرم گرفت برداشتم، بعد خواستم ببینم که آیا این شکرش چقدره چجوره، دیدم اون پایینش برداشته نوشته حلال. خیلی تعجب کردم، رفتم به فروشنده گفتم که من این شیرینی رو میخوام، ولی این مدلش که حلاله نمیخوام، من حرومش رو میخوام. باور کنین بد جوری مردم خودشونو گیر انداختن. بگذرین از این مسائل. همه چیز حلاله. عیسی مسیح گفتش که هر آنچی که شما بخورین حلاله. آن چیزی که از ذهن شما، از دهان شما بیاد بیرون، اون میتونه حروم باشه، اون میتونه آسیب بزنه. دقیقا. همینطور که یک شخصی 40 سال پیش اومد توی مملکت ما،
یک سری دروغ گفت و اون دروغاش باعث این جنجالی شده که امروز ما در ایران بله. همه چی رو از دست دادیم، هیچ چیز دیگه ای نداریم، چون اساس بر دروغ بود. بله، متاسفانه متاسفانه. و یکی دیگه از آسیب‌های، سپاسگزارم از که از عزیزانی که لطف می‌کنن با ما هستن، نمیدونم دوست دارن اسمشون رو بگیم، ولی من بذارید مسعود عزیزمون رو بگم که همیشه نظر لطف دارم. مسعود دل من خیلی براش تنگ شده. مسعود جان حتما با شما هم تماس خواهیم گرفت، در خدمتتون هستیم. بعد دیگر عزیزانی که الان می‌بینم لطف کردن اومدن نظریه خودشون رو میدن، لطفا ما رو شیر کنید با دیگران. یکی ما رو شیر کنید با دیگران روی فیسبوک، و یکی هم خواهش میکنم عزیزان، هموطنان عزیز، یوتیوب ما رو لطفا با سابسکرایب کردن برکت بدید. و توی خانواده اگر هستید، حتی از اعضای خانواده بخواید، تا بتونیم آنچه را که به عنوان تولیدات شبکه امید جاودان هست و موعظه ها و تعالیم هست رو به شما برسیم، همچنین اخباری که درباره ایران هست. همون گونه که میدین ما یک بودی نرفتیم جلو، ما به پنجره‌های دیگه هم نیز توجه داریم، پنجره هنر، پنجره سیاست، پنجره علم و دانش و حتی نظریه‌های مختلف. و شما اگر شبکه امید جاودان رو مشاهده بفرمایید، ما برنامه‌های متنوع داریم. درست هستش که این عقیده من هست، مدیون هنرنمایی و کار زیبای آقای یاسر عزیزمون هم هستیم، سپاسگزارم از آقای یاسر عزیز، و همچنین خادمینی همچون برادرم بهروز جان که کنار هم هستیم. ما که کنار هم هستیم، حقیقتا ما تنوع رو دوست داریم، چرا که میدانیم مسیح هرگز مذهبی نبود و نیک نگاه سخت مذهبی نداشت. برای همین ما اومدیم دیوارهای مذهب رو بشکنیم، تا الان هم موفق شدیم خوشبختانه. دیوارهای مذهب در مسیحیت رو ما توانستیم تا یه مقدارش رو بشکنیم و خواهیم شکست بقیهش هم، تا بتونه این مذهب برداشته بشه، فقط رابطه باشه، رابطه عاشقانه. فرمول خیر شما بگید. خودم، بله، خدا، آمین، خانواده، آمین، و خلق. خلق اول و دوم هم نداره، میتونه اول خدا باشه، دوم خودم باشه، و اول و دوم نیست. و اینم مطابق انجیل مرقس 12 است. البته خب اگر درک این موضوع برای کسی سخت هست، خواهش میکنم دعا کنه، براش باز خواهد شد. همیشه وقتی که یک نوآوری میاد و یک موضوع تازه باز میشه، مکشوف میشه، عده مخالفش هستن و عده درک نمی کنن، حقم دارن، ولی بعد از این که مشخص میشه درست هست، اون موقع شما میبینید که دوست و دشمن میگن ما اینجوری فکر میکردیم، ما هم قبول میکنیم. نیما شاعر ایرانی که با شعر نو خودش رو مطرح کرد، تا زمانی که زنده بود اکثر شعرها مخالفش بودن، اما وقتی که میمیره و اروپایی ها به طور خاص فرانسه متوجه نوع شعر زیباییشون میشن، به نام خود شاعر نیما، اینها میان موقعیتی رو درست میکنن که همه بیان از اشعار او استفاده کنن. تازه دولت ایران در اون زمان و شاعرهای ایرانی شروع میکنن از نیما صحبت کردن. نویسنده میگه در زمان نیما هر کسی میخواست بره بگه من یک کسی هستم، اول میرفت، ببخشید این متن اونه، میگفت اول میرفت دوتا فوش به این شاعر خوب میداد و بعد شعر خودشو میخوند، انتقاد تون میکرد. بعد از اینکه دید نه، اروپا فهمیدن این چه شعر زیبایی میگه، هر شاعر ایرانی که میخواست بره بگه من کی هستم، اول دوت به از شعرهای نیما رو میخوند و بعد شروع میکرد اشعار خودش رو خوندن. اول درک نداشتن از اون بل. شعر نوعی که ایشون گفت. خیلی هوشیار باید باشیم، حقیقتا مواظب باشیم که عزیزان مطالبی که میشنویم اگه برای ما باز نیستیم، برای نیست که این حقیقت نداره، توجه کنیم، تحقیق کنیم. و اگر این موضوع فرمول خیرم، من الان 10 سال هست دارم تعلیم میدم و خبر دارم که یکی از اساتید دانشگاه تهران که با من سالها پیش تماس گرفتن، همین فرمول رو تو یکی از تعلیمات خودشون درس دادن، ولی این از انجیل مسیح، از رسول نیست، از خود مسیح گرفته شده. اما خب داریم نزدیک میشیم به اون روز شوم. چی بگیم بهش؟ اصلا چی بگیم بهش؟ 20 بهمن رو چی بگیم؟ عرض به حضورتون که
واقعیت کردم و داری پرت میکنی من رو. جواب من رو نمیخوای بدی. میخوام دیدی که شاهزاده رضا پهلوی داره اونو من بیان کنم در رابطه با سوالشون. این جدیده؟ بله. یک بیانیه ای دادن و در این بیانیه نوشتن 40 سالگی حصر ایران. 40 سالگی حصر ایران. بیانیه خیلی جالب و طولانیه. من میخوام با اجازتون خواهش میکنم یه مقداریش که از نظر من مسیحی بله در واقع این بوی عشق و بوی محبت مسیح رو میده اون قسمت رو من براتون بخونم. نه صحبت شاهزاده همیشه بوی مهر و محبت داده واقعا. ایشون در آخرای این بیانیه اینطور نوشتن، من از روش دارم میخونم: ما ایرانی هستیم دوستان، اصالت ما عشق، کلام ما دوستی، سلوک ما مهر و عبادت ما نور. آمین. و دشمن ما تاریکی است. برافو. ما ایرانی هستیم، ما اهل دادیم و دشمن تبعیض، اهل راستی و دشمن ریا، اهل آغوش و دشمن تبعید، اهل شفقت و بخشش. آمین. و دشمن تکفیر و کین و عداوت. اهل دادی نه دار، اهل عدالتی نه بیداد، اهل حکمت دشمن سفاهت، اهل اخوت و انصاف، اهل ایرانی. آمین. ما برومن و بیدار، درفش ما کاویانی، نشانمان ایرانی، پرچممان از جنس مردم، از آهنگری اهل ایران. درود بر شاهزاده، حقیقتاً که ایشون حکمت داره. آمین آمین. من تصور نمی کنم تا به امروز، خب شما میدونید که من خیلی تلفن از ایران دارم، از جای مختلف دارم به خاطر نوع خدمتم، تا به امروز من شاهد بر این نبودم یک مسیحی پیدا بشه منتقد به ایشون باشه و مخالف باشه. علت اصلش هم این هستش که مطالبی که شاهزاده همیشه گفتم مطالب صلح آمیز بوده. ما میدونید که سازمان ما پیشتازان صلح هستش، برای همین هستش که خودمون رو در کنار ایشون میبینیم برای این خدمت، برای آزادی کشور از اون. ولی بسیار زیبا بود. من پس این بیانیه مسیحیت امروز اومده؟ این بیانیه یا مال امروز یا مال دیروز. البته دیروز هم شاهزاده با نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب، هم جمهوری خواه هم دموکرات، دیدار خصوصی داشتن. و به هر حال ما به آینده خیلی خیلی خوشبینی. آمین. و ایمان داریم که روزهای خوبی در پیش هست. مسلمه مسلمه. مطمئن هستیم که خداوند مطابق فیضش داره راههایی رو باز میکنه که هموطنان عزیز ما به اون آزادی که حقشون هست برسن. و بازم میگم بهترین جایگاه امروز ما این هست که اتحاد داشته باشیم، همه با هم متحد باشیم، چرا که حتی سازمان ها و احزابی هستن که از نظر ایدئولوژی از نظر من رد شده هستن، از نظر شما رد شده هستن و شاید خیلی از شبکه‌های سیاسی دیگه، اما همه ما این باور رو داریم که این نظام اسلامی دلیل ظلم و ستم و فقر و فساد در کشور عزیز ما در طول این 40 سال بوده. پس اگر همه ما چنین باور رو داریم میباید کنار هم بیستیم، کنار هم بیستیم و مواظب باشیم قبل از اینکه بخواد اتفاق خوبی بیفته که اون سرنگونی نظام هست، ما نیاییم برنامه بعد از اون رو الان انجام بدیم که باعث تفرقه بشه، گروه ها و سازمان ها با همدیگه درگیر بشن. به طور خاص عزیزان، خب من میبینم خیلی از عزیزان ما الان در اپوزیسیون به عنوان پیشکسوتان هستن و واقعا هوشیار باشیم. عزیزان پیشکسوت خودشون رو آلوده تفرقه نکنن بین احزاب دیگه. اول بگیم میخوایم این نظام سرنگون شه، وقتی سرنگون شد این نظام، خب میان مردم باید رأی بدن دیگه، احزاب مختلف رو، سازمان های مختلف. و خوشبختانه همم به نظام سکولاریسم باور دارن. دقیقا. حتی سازمان هایی که اهل ایدئولوژی هستن، حالا اونا من نمیدونم میخوان چه کار کنن، همه باور دارن ولی بعضی ها دارن از این باور سوء استفاده میکنن. به عنوان مثال، مثلا اون افرادی که دنبال روی
بودن از این اصلاح طلبا. هرچند که الان مردم از این اصلاح طلبا گذشتن، ولی هستن افرادی که به نوعی نفوذی جمهوری اسلامی هستن، پرچم سکولاریسم هم گرفتن دستشون، ولی هدفشون براندازی نیست. اتحادی که ما بر اون عقیده داریم و بر اون ایستادیم، در درجه اول میگه براندازی. براندازی جمهوری اسلامی، بعد شرایط بعدی رو میاره جلو و خب قطعا همه بر سکولاریسم اعتقاد دارن. حتی من مسیحی اعتقاد دارم در ایران فردا مسجدم باید باشه، چرا که نباشه، ولی کلیسای منم باید باز باشه، باید آزاد باشه، همینطوری که در جای مختلف دنیا هست. الان خب ما خب داریم میبینیم در ایران متاسفانه کلیساهای بیدار رو بستن. بله کلیساهایی هستن، کلیسای سنتی هستن که چه بسا فارس‌زبان‌ها اگر بخوان وارد اونجا بشن، به اونها سخت گرفتن که اون خادم اونجا ناچارن مانع میشه، اگه نباید مانع بشه. ولی کلیسای بشارتی نیستن اینها، اهل این نیستن که بیان خبر خوش نجات رو بدن برای آرامش و سلامتی و رستگاری مردم ایران. اون گونه تعلیم گرفتن، ولی کلیساهای بیدار رو آزاد و کلیسای فارسی زبان رو بستن و با این باور شیطانی اشتباه که مسیحی باید مسیحی باشه، مسلمان باید مسلمان باشه، و اونام قبول کردن کلیسای سنتی. بله قبول کردن. ببینین کشیش رسول، از اونجایی که من همیشه تندروی میکنم و با تندروی کردن خودم اصلا مشکلی ندارم، چون که خداوند به من گفته نترس. بله. پس من حرفمو میزنم. خواهش. الان آقای پاپ بلند شده رفته عربستان، در یک مکانی که کشور اسلامیه، رفته ایشون قطر. شما وقتی میگی که کلیساهای سنتی، من خیلی راحت میگم کاتولیک ها. بله. یعنی یکی خاطر. از شاخه های شیطان از نظر من. بله. امروز این چیزی که پیش اومده در قطر و آقای پاپ رفته اونجا و اشای ربانی را اونجا انجام داده، چیزی حدود 4000 مسلمان هم در اون جلسه بودن، این هیچ ربطی به اون مسیحیت کتاب مقدسی نداره. چون عمل کرده پاپ و عمل کرده کلیسای کاتولیک در طی این سالها بر اساس این کلام نبوده. ایشون به راحتی داره اونجا اعلام میکنه که بله، راهبه ها توی کلیساهای کاتولیک بهشون دسترازی شده. چرا؟ برای اینکه شما اجازه نمیدین اینا ازدواج بکنن. در صورتی که در کلام خدا همچین چیزی گفته نشده. در کلام خداوند میگه که اگه ایشون میخواد یه کشیش خوبی باشه، اول باید سرپرست یه خانواده باشه. دقیقا. اول باید یک شوهر مهربان باشه، یک پدر مهربان باشه. اگر تونست یک خانواده 4 نفری 5 نفری را اداره بکنه، پس میتونه یک کلیسا را هم رهبری بکنه. درست. هیچ کجا نیومده که نمیدونم کشیش، اسقف، راهب، شماس، خادم باید مجرد باشه. این چیزیه که با تفکر غلط شما به وجود اومده. متاسفم برای کلیسای کاتولیک. بله. امیدوارم که به حقیقت درست کلام پی ببرم. مسلمه، چرا که خود ما بشارت داده از کلیسای سنتی نیستیم. نه. من میدونم پدر من دوستان ارامنه بسیاری داشت و واقعا هم پدر من انقدر ارامنه رو دوست داشت و با اونها رابطه داشت، رفت آمد داشت که شاید با فارسا کمتر بود. حتی بیزینس یادم هست پدرم بیشتر با ارامنه انجام میداد. اما هیچ کدوم این هموطنان عزیز ارامنه که خب ما خودمون تعلیم گرفته این عزیزانی هستیم که به مسیح ایمان آوردن، معلمین خوب مانند کشیش ادوارد وارتان عزیز، کشیش وارتان عزیز و معلمین بسیار خوب که من بیشتر این عزیزان میگم به خاطر که همه میشناسن، کشیش هایی که عزیز که جانش رو داد، کشیش میکائیلیان عزیز که جانش رو به خاطر اینکه ایران و فارس زبان ها نجات پیدا کنن قدم برداشتن. اما کلیساهای کاتولیک و ارتودکس با توجه به احترامی که داریم و میدونم که خدا از اونام داره استفاده میکنه، حتی خدا از اون پاپ هم داره استفاده میکنه تو اونجا، ولی اون هدف اصلی رو انجام نداد. نمتاسف. چون یه موقع است من یه کاری میکنم که اول خودم رو نشون بدم بعد مسیح رو نشون بدم، ولی یه زمانی من یه کاری میکنم که همش مسیح رو نشون بدم
فقط مسیح رو نشون بدم. اونجایی که من میخوام فقط مسیح رو نشون بدم، خدا جلال پیدا میکنه. ولی اونجایی که من میخوام اول خودم رو نشون بدم، مردم رو خوشحال کنم، اونها خوشحال باشن، امیدوارم به یه موقع به عزیزان ما کاتولیک و ارتدوکس ما بر نخوره. نه حقیقتا همون جاست که واقعا ریاکارا مثل اون فریسیان عمل کردن. بذار بهشون بر بخوره. نه برن تحقیق کنن خوبه. بهشون بر بخوره، دوباره برن بخونن. بله. دوباره برن بخونن ببینن بره. کجای این کلام گفته که یک کشیش حق ازدواج نداره؟ بله. مسیح ازدواج نکرد، اون خدا بود. شما اگه میخوای بگی که مثل اون قدوسی، اشتباه میکنی. هیچ انسانی در اون مقام و مرتبه نیست. شما میخوای قدوسیت خودتو نشون بدی، از ازدواج خودتو دور میکنی. از اون طرف ما میبینیم که در کلیساهای کاتولیک به پسر بچه ها، به راهبه ها، همه این جنایت ها مال برداشت غلط شماست از کلام. نکنین این کار، بهتون بر میخوره، بر بخوره. از نظر من هیچ اشکالی نداره. خداوند به من گفته نترس. خب شما امروز رو فیسبوکت بکنم خیلی مطالب برات می‌نویسم. اشکال نداره. ما به هر حال دورونه و دورونه آزاد و منم دوست دارم که مطالب گفته بشه. اینا فقط موضوع اینو بدم، اینا رو به عنوان بی احترامی نذار. میخوام یه مطلبی رو امروز دیروز برای من یه عزیزی تماس گرفت و گفت بعد رسول من اعتراض کردم به کارفرمای خودم که دیدم سالهاست داره به من ظلم میکنه و خیلی مطلب برای خود منم خوب باز شد، واقعا روح القدس رو برای من باز کرد. ولی ایشون اون اعتراض مؤدبانه که انجام داده بود با این اعتراض بازم معذب بود، یعنی احساس میکرد نکنه اشتباه کرده. و من باش صحبت که کم دعا کردیم، واقعا خدا برای هر دوم باز کرد. عیسی مسیح وقتی زدن تو گوشش چه کار کرد؟ عیسی من فکر کنم گفت چرا میزنی؟ اعتراض کرد. اعتراض کرد، بله. اعتراض کرد. شما فکر کنید چرا عیسی مسیح باید به اون اعتراض میکرد؟ خب میذاره ولش میکنه. حالا یه اینقدر به عیسی مسیح توهین کردن، حالا اینم زد تو گوشش، چی میشد به نظر شما اگه هیچی نمیگفت؟ یه مطلب خودتون الان گفتید خیلی جالبه. اگه هیچی نمیگفت در واقع ظلم رو تایید کرده بود، چون اونجا داشت ظلمی صورت میگرفت، کاری نکرده بود. یکی ظلم بود، یکی موضوع خیلی مهم اینه، هموطنان عزیزم، هموطنان که کاتولیک و ارتدوکس هستید الان این مطلب رو شنیدید و برادرم گفت بذار بهشون بر بخوره، میخوام اینو بگم. زمانی که عیسی مسیح خداونده، از کلام او، عزیزان اینجوری نیست که شما بشنوید، کلام او تاثیر میذاره. آمین. کلام خداوند میگه خدا گفت و شد. عیسی مسیح گفت چرا زدی؟ به اون داشت میگفت تو آیا فکر کردی داری کیو میزنی؟ تو فکر کردی من دارم چه کار میکنم و تو به خاطر چی داری منو میزنی؟ یعنی عیسی مسیح با اعتراضش به او آنچرا که لازمه یه توبه بود رو داشت میداد که مبادا هلاک بشه، به دقیقا. خودش بیاد. دقیقاً. من چه کار کردم؟ بره توبه کنه قبل از اینکه هلاک بشه، چون مسیح اومده بود که گناهکارا توبه کنن. و اگر عیسی مسیح به کسی که تو گوشش زده بود هیچی نمیگفت میرفت، اونم فکر میکرد خب دیگه زده، باید میزده دیگه. ولی وقتی گفت تو چرا میزنی، اعتراض کرد، به اون فرصت اندیشیدن داد. آمین. سخنان برادرم و مطالبی که ما اینجا میگیم، اگر احیانا یک مسلمان رو تلخ میکنه، یک مسیحی زاده رو تلخ میکنه، حتی یک ایمانداره که تولد تازه داره تلخ میکنه، که میگیم چرا سکوت میکنی در برابر ظلم؟ آیا خدا فساد رو دوست داره؟ آیا خدا ظلم رو دوست داره؟ و اگر دوست نداره چرا اعتراض نمیکنی به نظام اسلامی؟ سخنان ما مانند همون سخن عیسی مسیح است که اعتراض کرد چرا تو گوش من زدی؟ تا به خودمون بیایم اندیشه کنیم. 100% اون سرباز رفته فکر کرده مسیح چه سوالی کرده از اون، چرا من زدم تو گوشش. وقتی فکر میکنه ای وای، نهایتا به این نتیجه میرسه که این که کاری نکرده بود، این که ظلمی نکرده بود، نهایتش اینه که میره توبه میکنه، میگه خدای منو ببخش. پس خیلی موقع اعتراض ما باعث خواهد شد که ما فرصتی رو بدیم به مخاطبمون که داره اشتباه میکنه، ظلم میکنه، هر چی، که اون توبه کنه. امروز اعتراض ما در برابر نظام اسلامی همینه. امروز اعتراض ما در برابر آنانی که مسلمانانی هستن که مطابق قرآن فالانجیست دارن میخوان عمل کنن، میگن بقیه کافر هستن تو کشور
مسیحی اومدم، پناهنده کشور مسیحی شدم، هنوز با باورهای اسلامی هستم. که به خودتون بیایید، تا کی آسمان که رفتید باور کنید هیچ خبری نیست، حتما پیش محمد هستید، حتما پیش علی هستید، ولی علی و محمد و حسن و حسین اونا تو بهشت نیستن، اونا جای خوبی نیستن، شما پیش اونا هستید مطمئن باشید، ولی پیروی اونا رو کردید، برای همین پیش اونا هستید. اما اگر پیروی خدای حقیقی رو بکنیم، ما نزد خدا هستیم، خدایی که عشقه، خدایی که محبته. الان شاهزاده مطالبی که گفتن مطالب پر از عشق و محبت. دقیقا. آیا من میتوانم بگم این مطالب برای یک اندیشه و یک باوره؟ نه، من میگم این مطالب مطالب عشق و محبتی است که خدای محبت من میپسنده و هر انسان حکیم، هر انسانی که روال زندگیش در عشق هست اون رو میپذیره. دیگه کار به مذهب و باورش نخواهیم داشت. آیا شما برگردوین باور و مذهب شما این رو میپذیره؟ آیا اجازه میده توی بخونید، خودتو نگو، فکر خودتو نگو، فکر پدر مادرتو نگو، فکر معلمتو نگو، فکر قرآن رو بگو، قرآن رو باز کن ببین مخالفین کیا هستن. آیا این همه آخوند، این همه رهبران اسلامی از خود محمد گرفته تا تمام این معلمین رو که قرآن درس میدن، همه اینا اشتباه کردن؟ مسلمانایی که نه قرآن رو خوندن، نه مطیع بودن، نه نماز میخونن، اینا میگن نه اسلامی نیست. بابا این ریشه محبت خودته، تو مسلمان نیستی. اگه قبول نداری آخونده به خاطر مسلمان نیستی، اگه عمل کرده تند رو قبول نداری بلکه تو مسلمان نیستی، تو یک انسان آزاد هستی، انسانی هستی که در عشق و محبت داری زندگی. انسان آزادی هستی که خودت خودتو گرفتار کردی. گرفتار چی؟ گرفتار هیچ. درست نیست. گرفتار یک کتابی که اصلا باز نکردی بخونی. عزیزان من اینو بارها گفتم، دوبارم امروز میگم، من زمانی که از ایران خارج شدم همراه وسایل شخصی خودم دو تا قرآن داشتم و یک کتاب مفاتیح. من از ایران اومدم بیرون با این تفکر که دین و آیین خودم رو حفظ میکنم، ولی هیچی ازش نمیدونستم. و تو اولین فرصت من نشستم قرآن رو خوندم، یک بار هیچی نفهمیدم، بار دوم آدرس میدم من به این آیه رسیدم، سوره نساء آیه 24، نکاح زنان محسنه، پرانتز باز، زنان شوهردار، پرانتز بسته، بر شما حرام کردی بجز زنانی که در جنگ با کفار به غنیمت میگیری. این دیگه اصلا داستان نداره که، یعنی اون قرآن که اون زمان از نظر من کلام خدا بود، الان خدا داره با من بهروز حرف میزنه، میگه تو اجازه نداری با زن شوهردار ازدواج بکنی مگر زنی را که در جنگ با کفار به غنیمت بگیری. نه این کلام کلام خداست، نه این خدا خدای منه. من گذاشتم کنار، برین بخونی. لذا جایی که اسلام میرفته بر فرض حمله میکرده اون کشور رو بگیره، همین کاری که داعش کرد. نه اصلا بگه غیر از اینه که میخواد باور اون خدای خودش که الله هست اون رو میخواد معرفی کنه، حالا ما نگیم تحمیل، میخواد معرفی کنه، با تجاوز میخواد معرفی کنه، خب با سربریدن میخواد معرفی کنه. خب این کجاش حکمت؟ ببینین این من شناسنامه یه روز بعد بیارم اینجا نشون بدم. اسم من در شناسنامه بوده سید جعفر خاتون آبادی. خب سید یعنی چی؟ یعنی من و شجره نامه دارم، و شجره نامه دارم که تو کتاب منتهیال آمال مرحوم هاشق عباس قومی هم اومده. من آخرش به قم رسیدید، به قم ما رسید، پایتختمونه. من 34 نسلم تا زین العابدی مستند. یعنی چی؟ از خودم معذرت میخوام، یعنی من یک حرامزاده بودم که این لقب سید رو چسبوندن تو شناسنامه من. بیاین دست از این حرامزادگی های خودمون برداریم. ما ایرانی هستیم، اصالتمون هم ایرانه. اگر یک زمانی در 1400 سال پیش به یک منطقه حمله شده که در اون زمان خانواده من اونجا زندگی میکردن، به مادر 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 بزرگ من در اون زمان تجاوز شده، تا
قرار نیست من اون تجاوز را امروز بعد از 1400 سال تایید بکنم و افتخار بکنم که من ساداتم. نخیر، من افتخار میکنم که این واژه را از خودم کندم، انداختم دور، نه ساداتم، نه مسلمونم و نه الله رو خدا میدونم. آمین آمین آمین. درود بر شما، درود بر شما. خب هموطنان عزیز، میخوایم بریم کلیپ رو ببینیم، اما قبل از این، امروز پنجشنبه است، یک شنبه در لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر ایرانی های ایران دوست دور هم جمع میشن و اعتراض میکنن به آنچه را که 40 سال پیش انجام شد در ایران، سال 57، که متاسفانه با بیحکمتی، با توته، هرچی اسمشو بذاریم، با ساده لویی، روشن فکرای مثلا روشن فکرا اومدن یه حرکتی کردن و متاسفانه سایه محبت پدر بزرگ و پدر ما رو برداشتن، که رضا شاه بزرگ و همچنین محمد رضا شاه بزرگ، و اجازه ندادن که ما بتوانیم از حکمت و دانش و تجربه شاهزاده رضا پهلوی نیز بهره ببریم. اونجا هستیم تا اعتراض کنیم به این نظام اسلامی. کلیسای پرستان مسیح در بعد از گذراندن مراسم یک شنبه که خواهیم داشت پرستش و موعظه، با عزیزانی که مایل باشن، که اکثرا مایل هستن، در کلیسای پرستان مسیح دلیران و شجاعان و عاشقا همه دور هم جمع شدن و ایران دوستا دور هم جمع هستیم و با همدیگه میریم فدرال بیلدینگ و در این اعتراض شرکت میکنیم. عزیزان رو تشویق میکنم، که لذا تشویق نداره دیگه، عزیزان رو بهشون میگی، اصلا تشویق اشتباست، که یه ایرانی باید ایرانی دوست باشه، عزیزان خودشون میاد. آره باید، فقط این رو بدونیم که در لس آنجلس خیلی از عزیزان هستن از شهرهای دور میخوان بیان، مثل اورنج کانتی و اطراف. پس لطفاً برنامه‌تون رو طوری تنظیم کنید، حتی اگر مایل بودید میتونید بیاد کلیسا، که از کلیسا با همدیگه بریم. عزیزانی که مایل هستید، حالا با هر اندیشه و هر باوری که هستید، که ما توی ایران دعا خواهیم کرد برای سرنگونی نظام اسلامی، دعا میکنیم برای شاهزاده رضا پهلوی، دعا میکنیم برای اتحاد، عزیزان اتحاد، برای یکدلی ما دعا میکنیم. یه سوء تفاهمی شده، من قبلا هم گفتم، بازم میخوام بگم اینجا، خیلی موقع عزیزان هستن که مثلا میرن توی شبکه‌ها و سازمان‌ها، من واقعا هیچ خورده‌ای به هیچ سازمانی نگرفتم تا به امروز، سازمان‌هایی که مخالف نظام هستن، و حتی خیلی عزیزان رو براشون دعا میکنم، بودیم کنارشون، اما داله بر این نیست که من عضویتی در اون سازمان داشتم. عضویت من در سازمانی هستش که به نام سازمان ونگارد پیس میکر، سازمان پیشتازان صلح هست عزیزان، که من فقط تنها سازمانی که سازمانم تازه نیست، یه اتحادیه است، یه اتحادیه هستش، میتونیم تلفنی هم بگیریم اگر مربوط باشه موضوع، اتحادیه هستش که الان انجام شده برای اینکه همه بتونن، همه عزیزانی که با هم یک دل هستن بتوانن کنار هم بایستن، سازمان ها و احزاب در برابر نظام اسلامی، و من برای اتحاد در کنار همه سازمان ها ایستادم. وقت شما بخیر، بفرمایید. آیا صدای ما دارید شما؟ جانم بله بله، اوقات شما بخیر. مرسی عزیزم، بفرمایید. عرض کنم که دانیال هستم. بله من البته به عقاید شخصی شما، حالا مثلا به طرفداری که از خواندن بلایی داریم، به لحاظ شخصی احترام میذارم، ولی به عنوان یه مسیحی که هر خب شما، من، بهروز، همه مسیحی ها، من فکر نمی کنم که ببینید، حتی عیسی مسیح شاگرده شورایی و شورایی هم اندو کردن و تصمیمات جمعی میگرفتن. اینه که من فکر نمی کنم که ما نیازی داشته باشیم که بخواهم روی اسم یه نفر اصرار بکنیم برای رهبری مبارزات در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی. هر کسی میتونه به هر کسی علاقمند باشه، ولی به نظر من اصرار اسم اشخاص نه تنها به اتحاد منجر نمیشه، بلکه میتونه فاصله ایجاد کنه. مرسی از نظریت. علاوه که شما داریم، ممکنه که این اگه خودتون نگه دارید و به عنوان یه مسیحی به اصطلاح اتحاد و یه شورای رهبری سیاسی تأکید بکنید، و برای من خیلی تأثیر
سپاس، مرسی دانیال جان، مرسی. ممنون، مرسی. 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 اولا که حالا دوستم شما هم نظر، مرسی دانیال جان. اولا اینو بدونیم که مطلبی که ما اینجا میگیم، شاهزاده رضا پهلوی عزیزان یک شخصی نیستش که بگیم 40 ساله که ایشون مبارزه کرده و شروع شده. ما وقتی در تو شاهزاده صحبت میکنیم، در تو ریشه ایران داریم صحبت میکنیم، درباره پدر و پدر بزرگی صحبت میکنیم که ایران نوین رو برای ما آوردن. رضا شاه بزرگ، دانیال جان، من و شما هنوز به این دنیا نیامده بودیم. رضا شاه این سرزمین رو به قوت خدا، از نظر من به قوت خدا، به فیض خدا توانست حفظ کنه. حتی از خرافات های اسلامی هم حفظ کردش. باز اونقدر متاسفانه، حالا نه دای جان ناپلونی بخوایم صحبت کنیم، انقدر انگلیس آخوند تزریق این که ایران کرد، به طور خاص تو قمم تزریق کرده بود، که نذاش که حقیقتا رضا شاه بزرگ همچون آتاترک اون عملکرد درست و نسبت مذهب داشته باشه. داشت یه حرکتایی میشد و اولین آخوندی که لباس آخوندی رو درآورد، پدر دکتر علی شریعتی، دکتر تقی شریعتی بود. ایشون اولین کسی بود که حتی اون زمانم حتی آخوندها اجازه ندادن ایشون تو مجلس هم بره، یعنی چون لباس در بود همون آخوندها معترض بودن. همین خمینی سال 1341 به محمد رضا شاه ایراد گرفت که چرا اجازه میدی زنها رأی بدن، چرا زنها باید کار کنن. نه کنید، ما درباره رضا شاه و محمد رضا شاه وقتی سخن میگیم عزیزان، داریم از یک تاریخ درخشان صحبت میکنیم و فرزند او شاهزاده پهلوی رو وقتی ما صحبت داریم میکنیم، ما درباره ایران داریم صحبت میکنیم. شاهزاده رضا پهلوی یعنی ایران، ایران یعنی شاهزاده رضا پهلوی. هدف ما این نیست ایشون پادشاه بشه، هدف ما این هست که ما میباید یک رهبریت که میتواند گسترده در دل و وجود و افکار احساس اکثر اپوزیسیون، اکثر مردم باشه، باشه یک محوره، یک محوره. و ما اینجا نیستیم، باور کنید، هرگز هرگز تا به امروز عزیزان، من فقط برایشون دعا کردم، دعام خواهم کرد، اصلا شاید ایشون نظر منم قبول نداشته باشه، باور کن برام مهم نیست، ولی من دوستش دارم، من شاهزاده رو دوست دارم، به دلایلی دوستش دارم و دعام میکنم عزیز براش، باید دعا کنید. پس بنابراین هدف ما این نیستش که اینجا شما فکر کنید ما داریم یک نفر رو میخواییم بلند کنیم. نه، شاهزاده رضا پهلوی اصلا نیازی نداره یه شبکه اینترنتی، یه کشیش ازش دفاع کنه. مگه من کی هستم؟ ما کسی نیستیم عزیزان. ما اینجا آنچه را که داریم میگیم، ما درباره ایران داریم میگیم، ما درباره ایران نوین داریم صحبت میکنیم، ما درباره اون محوری صحبت میکنیم که میتونه تمام شبکه ها رو به هم وصل کنه. حتی اون باور شما، نه باور سیاسی شما چی هست، اون باور سیاسی شما هم کنار اون قرار بگیره و ما به توسط ایشون که محبوبیت عمومی داره در کشور عزیز ما ایران، ما بتوانیم این نظام اسلامی رو سرنگون کنیم و بعد از اون به رأی خود مردم و حتی به فرمایشات خود شاهزاده رضا پهلوی مردم انتخاب کنن ایشون باشن نباشن، چه کسی خادم باشه و اون آزاده. ولی من به عنوان کشیش، به عنوان یک ایران دوست، هر آنچه که میخواید بگید، من و کلیسای پرستان مسیح و ما بهروز عزیزم، همه ما بر این باور هستیم که ایشون تنها محور مناسب برای سرنگونی این نظام و به نظر من حتی برای آبادانی کشور عزیزمون ایران هستن و این رو اعلام خواهیم کرد. هیچ نگرانم نیستیم، خوردم نمیگیریم. اون شورا هم که شما دارید میگید، کدوم شورا؟ شورا کجاست عزیزم؟ ما خودمون هستیم، شورا هستیم و داریم میریم. هر کی دوست داره دنبال ما بیاد، هر کی دوست نداره ایران آزاد شدم دنبال ما نیاد. اول یعنی ایران فکر نکنه کتاب مقدس میتونه بگیره دستش بیاد تو ایران بگه میخوام برم یه کلیسا بنا کنم. تجربه و سابقت کجاست؟ هر کسی میخواد باشه. فکر نکنه تو امجدیه میتونه بره سرود بخونه، چون اونجا هم به شما میگن، میگن شما برای آزادی ایران چه خدمتی کردید. بله عزیز من، اینا رو هم باید در نظر گرفت. ما به دنبال شورا اینا نیستیم، با هدایت خدا مطابق کلام خداوند جلو میریم تا کاری که خدا به ما سپرده رو به کمال برسیم. بفهم
من میخوام جواب دانیال عزیز رو با کتاب مقدس بدم. خواهش کنم. من سال هاست دارم این کلام رو میخونم. معلم های زیادی داشتم، منو تعلیم دادن. خود شما منو تعلیم دادی. خواهش کنم. دانیال جان، تعالیمی که من گرفتم و کتاب مقدس به من میگه که خداوند هیچ چیز بدی رو به وجود نیاورده. آیا آورده؟ هرگز. خواهش. هیچ چیز بدی رو خداوند به وجود نیاورده. در باور مسیحیت من اینه که همه نیکویی از خداونده و همه بدی ها از شیطانه. حالا برمیگردیم به تاریخ 80 سال گذشتمون، به تاریخ 90 سال گذشتمون. خب قبل از انقلاب کارهای محمد رضا و کارهای پدرش رضا شاه کبیر رو ما داریم، هنوز هست، ازش نگذشته و همه اینا نیکویه. بله. همه اینا از حکمت. پس این دو نفر حقیقتاً افرادی بودن که خداوند برای ایران خواسته بود. شما ببینین رضا شاه مملکت رو چجوری تحویل گرفت، محمد رضا شاه چجوری ادامه کار پدرش رو داد. حقیقتاً. برمیگردیم به این 40 سال کارنامه جمهوری اسلامی و گروه ها و سازمان های مختلف مثل چریک های فدایی، مثل مجاهدین خلق و و و. کارنامه همه اینا جلوی ما هست. بله. و وقتی نگاه میکنیم میبینیم این اعمال بد، این کارهای بد پشوانش خدا نیست، پشوانش یهوه نیست. آمین. پشوانش شیطانه. دقیقا اعمالشو نشون داد. و امروز ما با یه شخصی مواجهیم به نام شاهزاده رضا پهلوی. دانیال عزیز، شما بیا یه نکته منفی در گفتار ایشون، در مصاحبه های ایشون طی این سالها بیان کن. نمیتونم. من دلیل اینی که از ایشون حمایت میکنم به عنوان رهبر، نه به عنوان نخست وزیر، نه به عنوان پادشاه، رهبر محور که من مسیحی، چه میدونم شما با هر تفکری که هستی، با هر بینش سیاسی که هستی، همه مگه ما نباید، مگه درود بر شهرام و همایون که این پرچم ما را زنده نگردید. درود بر شهرام و همایون. واقعا امروز شاهزاده رضا پهلوی هم حکم همون پرچمو برای ما داره. براو براو. ما باید اینو قبول بکنیم. شما متاسفم که خیلی از ماها اینطوری هستیم، خیلی از ماها، ماها بدون حقیقت قضاوت میکنیم. بدون من چند وقت پیش میبخشین هی حرفا میاد تو ذهنم، مجبورم بگم. راحت باش. یکی خب یه تریمون آزاده. دانیال خوب میدونه که من سالهاست تو کار بیزینس لیموزین بودم و خود بله. دانیالم توی یه همچین موقعیتی هستش. ببینیم این ماجرا مال 4 سال پیشه. یه جابی من گرفتم و این جابو من نمیتونستم انجام بدم، دادم به یکی از همکارای خودم، به یک دوست ایرانی که اونم لیموزین کمپانی داشت و ایشون رفت این جابو انجام داد. و حالا در طولی که داشت جابو انجام میداد، فکر کنم یه جا ایستاده بود اینا برن اون مشتریاش برن یا نهار بخورن یا نمیدونم یه برنامه اجرا بکنن، ایشون وقتش آزاد بود ولی هنوز جابش تموم نشد. به من زنگ زد. بروز. بله. بابا اینا که جودن. چش کنیم؟ نه بابا اینا فلان فلان شدن. بابا دست بردارین از این دیدتون. بله بله. عزیزان من، اسرائیل هیچ موقع به ما دشمنی نکرد. حقیقا. اسرائیل در زمان جنگ ایران و عراق هم به همین آخوندا اسلحه فروخ. بله. که مملکت ما شکست نخوره. بله. ولی ما متاسفانه قضاوتامون بی مورده. قضاوت همون تو ذهنیتیه که همون ذهنیت رو کی برامون درست کرده؟ ده. اسلام درست کرده. دقیقا. توجه میکنی؟ براب. این براب. ذهنیت رو از خودتون بردارید. حقیقت. سازمان مجاهدین نمیتونه در آینده ایران نقشی داشته باشه. خانم مریم رجوی هنوز وابسته است به یک متر پارچه که به عنوان لچک بکشه رو سرش. این خانم آزاد نیست و نمیتونه برای ایران آزادی بیاره. خواهش میکنم از شما در پوشش مسیح و مسیحیت از سازمانهایی که امروز مردم ایران از اونها گذشتن شما هم بگذر. دوست عزیز من. بله بله. خب بریم با همگه سپاس از مطلبی فهمیدید.
بریم با هم یک کلیپی رو ببینیم از خدمات محمد رضا شاه. هرچند میدونستیم شاید خیلی حرف خوشایندی نیست و کاری با این بیننده عزیز و گرامی ندارم، اما چرا ما به جای قدردانی از رضا شاه باید در زمانی که او رو تبعید کردن سکوت کنیم؟ چرا به جای همکاری با محمد رضا شاه که در فکر او و چشمنداز او این بود که ایران اولین کشوری بشه در جهان که از هر نظر رتبه یک باشه و میگفت این آرزوی منه، چرا ما باید بر علیه این خانواده باشیم؟ چرا؟ امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی، ولی من میخوام برگردم به فرمایشات برادرم. عزیزان، همش از دیدگاه اسلام اومد، باورهای اسلامی، باورهای اسلامی این نظام اسلامی رو آورد و چپی‌ها و کمونیستا دانسته و ندانسته به دام روح حسادت که توی دنیا بود اونها هم گرفتار شدن، اونها هم گرفتار شدن، کمونیست و اسلام دست به دست هم دادن، این نظام رو برای ما آوردن عزیزان. و میدونیم که دست دوستی هم داشته. الان هم شما ببینید کشور جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی فالانج و تند و کشورهای کمونیستی با هم چقدر رفیقن. برای همین من میگم کمونیست و اسلام دو تا شاخ شیطان هستن، یا خواهر و برادر هستن، که بکنم برادر اسلام باشه خواهر اون باشه کمونیست باشه. در هر صورت عزیزان، با هوشیاری اینو بدیم، باورهای اسلامی کشور عزیز ما رو اسیر کرده نسبت فقر و فساد، اما نه مسلمانان، مسلمانانی هستن نمیدانن. صحبتهای ما هرگز 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 این نیستش که به یک مسلمان بخوایم توهین کنیم. خدا رو شکر من برای مسلمان ایستادم، ایشون هم برای مسلمان ایستاده. کار ما اینه که به مسلمانان خبر خوش نجات رو بدیم. گوش کردن، هاللویا، پذیرفتن، نپذیرفتن، تفاوت ما هاللویا. معذرت میخوام، تفاوت ما با مسلمان ها در اینه که یک مسلمان منو کافر میدونه، منو نجس میدونه، و اگه بخواد به اسلام خودش در حقیقتا عمل بکنه باید منو بکشه. ولی من یک مسلمان را میدونین چجوری میبینم؟ یک شخص گمراهی را میبینم که در یک مسیر و جاده اشتباهی داره میره و من دلم برای اون میسوزه. من از فیض مسیح برخوردار شدم، دلم میخواد که اونم از این فیض برخوردار بشه، اونم نجات پیدا بکنه. آمین. ببینین عزیزان، طول زندگی ما 10 سال، 20 سال، 50 سال، 70 سال، هر چقدر که هست، یه هدف داره. هدفش نجات و رستگاریه. آمین. هدف این نیست که ما 50 سال، 70 سال زندگی بکنیم. هدف نجات و رستگاری. شما وقتی خودت قرآن رو میخونی، تو قرآن هیچ جا به شما تضمین رستگاری رو نمیده. خیلی. میگه شاید رستگار بشی. بله. ولی مسیح برای من و تو کفاره شد. مسیح برای گناهان من و تو نقشه خودش روی صلیب عملی کرد. آمین. و از فیض اون من گناهکار امروز میدونم که رستگارم و میخوام اینو فقط به شما اعلان کنیم. ما هیچ دشمنی هم باهاتون نداریم. بیشتر از این هم نیست. بریم با هم یک کلیپی رو ببینیم عزیزان از خدمات محمد رضا شاه، و هوشیار باشیم. به این خانواده دیگه بیشتر از این نباید توهین و بی احترامی بشه. به نظر من دیگه بسته، اون زمان گذشته. نه با تندی اینو عرض کنم خدمتتون، اما این رو بدونیم عزیزان، قدردان باشیم، قدردان باشیم. امروز محمد رضا شاه با ما نیست، اما خدا رو شکر پسرش هست، پسرش رو محبت کنیم تا جبران اون بی محبتی های 40 سال پیشمون بشه.
مجدد به هموطنان عزیزمون در سراسر جهان. عزیزان روی فیسبوک ما رو شیر کنید تا دقایق دیگه با شما عزیزان بودیم. از خدمات محمد رضا شاه عزیز نیز بهره گرفتیم از فیلم که میدونیم، هممون میدونیم، آگاه هستیم، اما با اینکه میدانیم گاهی هنوز متاسفانه ضد این خانواده میخوایم سخن بگیم. البته اقلیتی بیش نیستن که اونهایی هم که بر علیه این خاندان هستن اهل ایدئولوژی های خشک و سخت هستن، ولی ما میدونیم که مردم ما دیگه نه، مردم ما مخالف هستن، مخالف نظام اسلامی هستن و موافق تمام خدماتی که رضا شاه بزرگ و همچنین محمد رضا شاه عزیز انجام دادن و اکثرا نیز مشتاق هستن، مشتاق هستن که شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده و این اتحاد رو در بین اپوزیسیون ایشون فقط میتونه ایجاد بکنه برای آزادی کشور عزیزمون ایران. در نام عیسی مسیح قدرت زیاده و ما با قوت این دعا رو داریم میکنیم که به فیض خداوند آزادی به کشور عزیزمون برگرده و خداوند حامی شاهزاده رضا پهلوی باشه که بتونه این اتحاد رو ایجاد بکنه برای این حرکت بسیار مفید برای کشور عزیزمون ایران. اما خب امروز هم ما داریم میبینیم، حالا ایشون که این شخص عزیزی که تماس گرفتن، نه شاید بعضی هم هستن با توجه به این که میدونن خدمات خیلی خوبی رو دوران پهلوی انجام داده شد، اما هنوز گویا که یه تصورات خامی دارن که یه حرکت دیگه بشه، یه حکومت اسلامی تر بیاد، یه حکومت کمونیستی تر بیاد، شاید شرایط بهتر از این باشه. حتی اون نمیگن شاید، اونا میگن حتما بهتر بشه. لذا ما دوران کمونیستی تو دنیا دیدیم که پوست مردم و کمونیستا کندن، حکومت اسلامی هم که خودمون داریم میبینیم، حالا گذشته از کشورهای دیگه رو بگذاریم. یه عده کشش رسولی عده میگن، یه عده زمانش هم گفتن این اسلام نیست. بله. اسلام باید اینجوری باشه. دقیقا. اسلام اونجوری اومد. متاسفانه یه اقلیت خیلی کوچیکی هستن که هنوز اینا میگن نه این اسلام نیست. اسلام کدومه؟ اسلام زمان محمد قبول داری؟ خب اونم که ما داریم میبینیم که اونم که تو قرآنش اومده. حالا خیلی جالبه، شما مطلبی که اول برنامه فرمودید در رابطه با فروشگاه‌هایی که وارد میشید، آره، شما میگید گوشت حرام و گوشت حلال هست، اینم اصلا قصه هم. هر دو گوشته. هر دو گوشت. بعد جالبه ای که مثلا طرف خودش اعتقاد داره، من دیدم یه تحریشی هم داشت و ایشون داره به من میگه که یعنی مسلمانه. بله. و ایشون به من میگه که فرقش اینه که این حلاله. خب یعنی چی؟ یعنی اون حرومه. خیلی خب، اگه این حلاله اون حرومه، توی مسلمان چرا داری حروم میفروشی؟ آره دیگه. ببینید یه کار خلافی میکنی. یه کار خلافی میکنی. یعنی تو داری چیز حرومی رو میفروشی به مشتریات. خب نکن آقا این کار رو. اصلا دقیقا. اصلا کلن هرچی حرومه بذار کنار. حقیقتا اینم مسئله ای که هست که بعضی ها به ما زنگ میزنن، خوش یه باور دیگه دارن، اما دارن در پناه یه باور دیگه متاسفانه که ایدئولوژی هست درش و ایدئولوژیه که مخرب هست میخواد آسیب بزنه صحبت میکنم. اما هموطنان عزیز، در روزهایی هستیم که این روزها بسیار روزهای مهم هست، حساس هست. ما داریم میبینیم که دولت ترامپ چگونه ایستاده برای سرنگونی این نظام. این بهترین فرصته. یعنی اگر ما سال 88 یه خبر جدید داشتیم، شرایطی داشتیم، 100% نظام اسلامی سرنگون شده. یه خبر جدید بفهم. سخنرانی که پیروز پرزیدنت ترامپ کرد، بله، CNN که این کانال تلویزیونی بسیار با ترامپ مخالفه، بله، اومده یه نظرسنجی کرده در رابطه با این سخنرانی و نظرسنجی رو اعلان کرده که بیش از 76% از جمعیتی که توی این نظرسنجی شرکت کردن سخنان پرزیدنت ترامپ رو تایید کردن. بله خب طبیعیه. چه نتیجه‌ای می‌گیریم؟ نتیجه میگیریم که وقتی پرزیدنت ترامپ اعلام میکنه که جمهوری اسلامی ریشه همه فسادها هست، حقیقا. یعنی 70% از جمعیت که توی این نظرسنجی هم شرکت کردن با این حرف موافقن. امروز جمهوری اسلامی هیچ کسو نداره. واقعا شیطان باید به دادش برسه، چون بله. میگه داره کم میاره. بله بله. نه دیگه، اصلا این نظام توی جایگاهی هستش که البته این کار درست نیست، اینو نمیخوام تعلیم بدم، حتی اگر مردم هیچ حرکتی بر علیه نظام اسلامی نکنن خود این نظام اسلامی میفته. نظام اسلامی مانند یک فروشگاهیه که هرچی داشته فروخته خورده، فروخته خورده، حالا دیگه هیچی نداره.
یه مقدارم قرض کرده از این ور اون ور، اونم نداره بده قرضا رو، حالا خودش مونده با این فروشگاه با کارگرا که باید بهشون حقوق بده. خب این چی میشه؟ تا کی میتونه؟ میخواد چیکار کنه تو اون مغازه؟ از این رو هستش که هموطن عزیزم که در ایران هستید، هموطنانی که بیرون از ایران هستید، دست به دست هم بدیم. اگر اعلام میکنن که ایرانی ها توی لس آنجلس در فدرال بیلدینگ میان، یا بر فرض در آلمان، میدونم که دوست عزیز ما هموطن مبارز و عارف عزیز در آلمان دارن تلاش میکنن، و دیگر هموطنان عزیز ما لطفاً در اون مجموعه جمع بشید عزیزان، جمع بشید و بایستیم تا به فیض خداوند ما از بیرون با فریادهامون، با دادهامون، با دعاهامون بتونیم این نظام رو سرنگون کنیم و یک تشویقی برای مردم ایران باشیم. چون اونها که دلسردشون میکنه، نظام اسلامی مدام دلسرد. یه شایعی که اعلام کردن چند وقت پیش توی ایران از طرف خود همین نظام اسلامی بود، این بود که گفته بودن شاهزاده رضا پهلوی گفته من ایران نمیام، و که کسی که به گوش من رسوند، من بلافاصله تو هر شبکه‌ای رفتم صحبت کردم در این رابطه. عزیزان، پس جمهوری اسلامی داره میخواد مردم ما رو بدبین که کرده، میدونیم که بدبین نسبت به خدا، باورهای الهیشون، نسبت به همدیگه، دروغ رو انداخته، تفرقه رو انداخته. اگر ما میخوایم کشورمون رو پس بگیریم، میباید عزیزان همه با هم یک صدا، اگر همه با هم بریزیم بیرون، این رو مطمئن باشیم این نظام اسلامی خفه میشه، تمام میشه. اما اگر وایسیم بگیم اون بره این بره، عذر میخوام ببخشید، مگمال همسایه خوبه، ایران آزاد نمیشه. اینها دوباره میان، اصلاح طلبا میان، اصلاح طلبایی میان که با کرباتن، توی اپوزیسیون هم دارن میخوان رخنه کنن، هستن، البته میدونیم، همه همون میشناسیم. یه شخصی از همینایی که ادعا میکنه، اسم نمیبرم تا یه کلیپی براش درست کنم، تو یکی از برنامه‌های سیاسی داره میگه خب نظام اسلامی بده ولی قبلا اصلاح طلب بوده، بعد میاد میگه، داره تاریخ رو تعریف میکنه، میگه زمانی که اومدن ارتشیای خائن رو اعدام کرد جمهوری اسلامی. چرا گفتی خائن؟ تو چرا ارتش شاه رو گفتی خائن؟ اونجا واقعیت خودش رو نشون داد، یعنی همونجا نشون داد، یعنی اینها عزیزان دست خودشون نیست، اینا خوراکشون تمام الفبای نظام اسلامی بوده. حالا چگونه میتونه بیاد شکلشو عوض کرده، اومده حالا میخواد خوش به اپوزیسیون بچسبونه، حالا اومده وارد شده داره صحبت میکنه، یادش میره اینجا نباید بگه الله اکبر اینجا صلوات نباید بفرسته، حواسش نیست ولی میفرسته و لو میره. من این کلیپ رو دیدم، دارم، حتما میدم درستش کنن که ببینیم واقعا، ببینیم داریم چه کار میکنیم. بعد جالبه این افراد هم همش این تلویزیون زنگ میزنه باشون مصاحبه میکنه، اون تلویزیون اصلا اون شخصی که مجری هست بهش نمیگه تو به چه اجازه ای ارتش وفادار محمد رضا شاه و کشور عزیز ما ایران رو گفتی خائن؟ برای چی گفتی؟ چرا کلمه خائن رو استفاده کردی؟ همه اونا میهن پرست بودن. بله 100%. چرا گفتی خائن؟ یعنی این مجری باید همون موقع میگه ببخشید شما اشتباه میکنید، حداقل جلوشو میگیره. یعنی یک موقع انگار بعضی موقع بعضی از عزیزان ما تو تلویزیون ها خوابن، هی میخوان برنامه سازی، برنامه سازی نکنید، حکمت میخواد، خداوند حکمت به شما داده که حقیقت رو بیایید بگید، امکانات بهتون داده شده. اگه یک نفر 4 تا تلویزیون مطرح میکنه، خود ما بودیم افراد رو توی این شبکه آوردیم، الان دیگه دنبالشون بگیم پیداشون نمیکنیم. چرا دیگه میگم ما اصلا وقت نداریم با شما دیگه مصاحبه کنیم، مواظب باشیم. این گونه نیستش عزیزان، موج سواری خیلی ها میکنن. پس برای چی ما میگیم کنار شاهزاده همه باشیم؟ چون وقتی کنار شاهزاده هستیم مشخص میشه وفادار. وقتی نظام نظام اسلامی سرنگون بشه، مطمئن باشید وارد ایران که بشیم، اونهایی که اورجینال و اصل هستن خودشون رو نشون میدن، و اونهایی هم که موج سواری کردن رسوندن خودشون رو دم اون ساحل، مشخصی که حقیقت نم. ما در انتهای وقت هستیم، اگر موافق هستیم مطلبی هست میخواد بگید؟ یه نکته ای را در رابطه با صحبتهای شما به ذهنم من. ببینین این یه مثاله، شخصی بود در یک جامعه‌ای دزد بود، زناکار بود، شخص هرزه‌ای بود، همه را اذیت میکرد، یعنی تو اون جامعه
هیچ کسی نبود که از این شخص آزار ندیده باشه. و یه روز این شخص کنار خیابون افتاد و مرد و افراد رد می شدن جنازه اون شخص زناکار دزد بدکاره را می دیدن. ولی اینقدر از این تنفر داشتن که نمی رفتن این جنازه رو جمع بکنن. به این جنازه امروز همون جمهوری اسلامیه. بله بله. جمهوری اسلامی افتاده ولی اینقدر جنایت کرده، اینقدر بدی کرده که کسی دلش نمیاد بره اینا جمعش بکنه. حقیقتا. ولی عزیزا باید جنازه جمهوری اسلامی برداشته بشه. آمی. چون نفرتی به وجود آورده، بوی گندی به وجود آورده که اگه بر اساس حکمت این جنازه برداشته نشه، بوی نفرت و کثافت و گند این ایران ما را میبره به یک موج بسیار وحشتناک ناامنی. بله بله متاسف. که بسیار خطرناکه. امیدوارم که با فیض خداوند ما بتونیم دیگه این 40 سال رو به عنوان 40 سال جنایت و تجربه خود ما این پرونده و این کیس رو ببندیم تا نسل آینده ما اینقدر که ماها آسیب خوردیم اونها دیگه آسیب نخورن. نمید. چه اونهایی که اومدن بیرون آسیب خوردن، چه اونها که موندن آسیب خوردن. فقط یه عده بودن که از اموال کشور عزیز ما، از منابع کشور عزیز ما سوء استفاده کردن، از خود رهبر خامنه ای و خمینی و دار و دستشون گرفته تا اونها که سر کار هستن و بقیه مزدورا یه خود لب و دهنشون چرب شده. مزدورا که نمیتونن تمام اون موقعیت داشته باشن، لب و دهنشون بیچاره چرب شده و اکتفا کردن. اگر عزیزان سکوت کنیم اینو بدونید آسیب خواهیم خورد. و امروز ما اینجا هستیم، بیرون از کشور داریم زندگیمونو میکنیم، خدمتمون میکنیم، پناهندگیمونو قبول کردن. هیچ لزومی هم نداره که بگیم ما جایگاه ما بد نیست. امروز اگر دل ما برای ایران میسوزه، حقیقتا این دل دلیه که خدا به ما داده. و اگر ملت ما بی تفاوت باشن، اگر بی خردانی باشن که این اتحاد رو نخواهن ایجاد کنن، و یا مانند این بیننده عزیزی که زنگ زد و هنوز وایستاده 40 سال داره حرف آخوندا رو میزنه، مثل آخوندا داره فکر میکنه، مثل اون فالانژای اسلامی داره فکر میکنه و نمیخواد این اتحاد ایجاد بشه، چون شخصی به نام شاهزاده تنها محور اصلی و مهم اتحاد میتونه باشه، مسلما کشور ما عزیزان بیشتر از این آسیب خواهد خورد. در انتها تشکر میکنم از یاسر عزیزم در اتاق فرمان، همچنین از بهروز عزیزم، از بعدم یاسر جان خواهش میکنم یک کلیپی دیگه هم ما داریم در رابطه با مخالفت مردم ایران نسبت به شرایطشون، و میخوام لطفا با دعای من متحد بشید، با همدیگه بیایم دعا کنیم برای اتحاد بین اپوزیسیون، برای رهبریت شاهزاده رضا پهلوی و برای سرنگونی این نظام اسلامی. پدر عزیزم خداوند تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت، تو رو شکر میکنم که این فیض و رحمت‌های تو هست که اجازه میده حتی ما این برنامه رو داشته باشیم. خواهش کنم حمایت تو با ما باشه، چه در بعد روحانی و چه در بعد مالی، که ما بتونیم خدمتمون رو گسترده کنیم ای پدر جان و ادامه بدیم. و از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق فیضت دست حمایت تو با ملت عزیز ما ایران باشه. به اونها تو این آگاهی رو بده، این بینش رو بده، خدا این دانش رو بده تا بتوانن خداوند با قوتی که تو در اونها ایجاد میکنی کنش همت اتحاد و مبارزه بر علیه نظام اسلامی رو داشته باشن ای خداوند. دست حمایت تو با اپوزیسیون باشه خداوندا، که در اتحاد در کنار شاهزاده رضا پهلوی بیستن ای پدر جان، برای عبور از این نظام اسلامی. و ای خداوندا تو خادمین دلسوز حقیقی خودت رو در روز آزادی ایران در کنار هم قرار بده برای آبادانی کشور عزیزمون و جلال نام خودت. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم. آمین آمین. عزیزان در انتها خواهش میکنم، عزیزان شبکه ما احتیاج بسیار از نظر مالی داره. اگر بخوایم ادامه بدیم نیاز داریم که دست یاری شما از نظر مالی داشته باشیم. و خواهش میکنم برای این موضوع دعا کنید و دست حمایتتون نیز با ما باشه برای ادامه این خدمتمون. فیض خداوند عیسی مسیح با شما باشه. با سپاس از شما. زنی بی حجابی می گفت تظاهرات علیه حجاب فرصتیه که زنان با هم اعلام همبستگی کنند. حجاب مسئله مردون است، مسئله غیر قابل تصور. همیشه مردها مدافع حجاب بودند.
ما هم مثل مردا شهید دادیم، با حجاب و بی حجاب مبارزه کردیم برای آزادی خودمون و همه مردم. حالا اگه خمینی بخواد اینطوری رفتار کنه، خمینی کنتینیو هستی ما کی سوین ورای مسلمان جو کی فرما رولیجیو من کردم از دینم میرم بیرون. کس کس نشاد خودم فهم وی سو که سا وی کامونس الیز اون خواب فاکی کل جون دو ویتمنس ما بچه‌هامون درس خوندن میخوان آزاد باشن. اگر اینجور باشه سالها چادر سر کردم، چادر نمیذاره تکون بخورم، حتی بچه‌مو نمیتونم بغل کنم. امروز برای این به تظاهرات نیومدم که بگم چادر نمیخوام. من 6 تا دختر دارم، نمیخوام دخترام چادر سر کنن، نمیخوام مردم مجبورشون کنن چادر سر کنن. اینجا اومدم از دخترام در مقابل چادر دفاع کنم. Pour que les hommes ne l'obligent pas à le mettre. Je suis venue ici pour défendre mes filles contre le tchadeur. تظاهر کنندگان در مقابل بیمارستان. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه. دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو. چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن امیدم به نگاته.